این هست، فیلتر شکر هم همه اینا میخوان به خاطر اینکه مطابق معمول. یه اتفاق باحال افتاد، این کورس ها هست که درس تو حوزه مالی هست، دنبال یه دوره میگشتم دیروز پریروز بود، دیروز تو پریروز زدم که ببینم، زده بود که شما از آی پی کشوری داری استفاده میکنی که امکان دسترسی بهش نیست. حتی تو حوزه مالی هم دارن این دوره ها رو چیز میکنن، محدود میکنن. یه سری دوره ها میدونید که مثلا به فرض میگم دانشگاه MIT برگزار میکنه، مثلا تو مثلا یه بورد داره توی حوزه کریپتوکارنسی، اون دوره ها اونا بیشتر تکنیکالی دارن بهش نگاه میکنن، دوره ها بیشترش تکنیکالی یعنی فنی بهش میبینن و ساخت مثلا بلاک چین و کوین و توکن های جدید و خیلی بحث قشنگی داره، چون بیسش خیلی بیس فنیه. من مسیرم مشخصه دیگه، سرمایه گذاری و معامله گری، بیشتر اینا به دردم میخوره. یه سری دوره ها شما میتونید برید مجانی شرکت کنید، سر کلاس بشینید گوش کنید، یعنی همین وبیناری که الان دستتون راه افتاده چجوری میتونید شرکت بکنید، اونجا هم میتونید بر اساس همین از این قابلیت استفاده کنید. من اینا رو گفتم اینو برید صبر کنید ببینید باز میشه. بله یکی هم انحراف ذخیره به جریان، این خیلی باحاله دوستان، این یه جواب خوبیه برای اونایی که دارن مثلا میگن که الان دیگه به نظر من ترکیده بیت کوین دیگه. یعنی شما هر روز برین، یه سری آدم هستن که میان میگن من میدونم، نمیشه تو گالیور اسمش چی بود اون چیزه، اون کاراکتره، من میدونم بیت کوین همین امروز میخوره زمین، نه امروز نخوره فردا میخوره، و تا خیر خیر رفته یه سرمایه هم پورتفوی سهم بورسیش هم نگاه میکنی، رفته یه چیزایی خریده، میگم واقعا تو کنی هیچ عطاری پیدا نمیشه اینقدر سهم آشغال یه دفعه یه جا. تو چه فکری رفتی اینا رو خریدی تو بازار که مثلا یه همچین بلایی هم سر سرمایه تو بودی؟ الیهات این انحراف ذخیره به جریان داره به من کمک میکنه، میگه اگه توی رنج کمتر از بخر زمانی که SFD کمتر از 6 نامه و بفروش زمانی که بیشتر از 3 هست. الان با هم چک میکنیم و میبینیم که بیت کوین کجا وجود قرار داره. بعضی موقع این فاکتورا به من مثل آقای افشین قطعی دل شیر میده که همچنان با بیت کوینم وایسم و دو دستی بچسبمش و نفروشمش. خب بریم جلو، یه فصل 4 هم داریم که امشب بعد یه بهش حمله ای بکنیم دیگه. من اینو استاپش کنم، همه لینک ها رو براتون دوستان گذاشتم، البته بقیش هم میذارم اینجا، ببخشید منتظر بودم. فقط یه نکته، اگر من قطع شدم و بعد صبر کنید من برگردم، چون این فیلتر شکنه یکی دو بار من تجربه اینو داشتم وصل میشه، نمیدونم چه بلایی سر ادوبی کانکت میاره، من حداقل برای من این مشکل پیش اومده، امیدوارم این دفعه پیش نیاد. ام وی آر وی رو گذاشتم ببینم براتون گذاشتم چارت، این ام وی آر وی، آره این چارت رو گذاشتم ببخشید، این دومی رو نمیخواد، اولی دومی اونم که آقای مهندس جوادی پور زحمت کشیدن فرستادن برای من چند روز پیش، یه نگاهی به اونم میندازیم. استاک تو فلو، آها او او اینو باید لگین کن، این گلاس نود، این سایت گلاس نود واقعا سایت ها. یعنی آدم میاد نگاه میکنه، برای یکی از این دوستانی که مدیر عامل یکی این شرکت پردازش اطلاعات مالی هست فرستادم، بعدش هم یه گپی زدیم که استاک تو فلو که جناب آقای محمدی، شاه محمدی، آقای مهران خان، یک جلسه دو جلسه قبل بود که در مورد این صحبت کردیم که استوپ سایر ارزها هم از یه سایت میسری بود که لینکش هم گذاشتم، فکر کنم اینجا هم باید باشه دو قسمت لینک ها. دوستان این حالا گذاشته بودش، حالا دارم نگاه میکنم،
حتی توی چیزم هست، تو اسلاید هم نوشتم آدرسشو، که شما توی اون استاک تو فلوی بقیه ارزها هم میتونستین ارزهای دیجیتال پیدا کنین. اصلا بحث داشتین که آقا این کدوما رو انتخاب بکنی، آیا فقط عدد بزرگتر جواب به من میده، بعد نه نقطه ای نگاه نکنیم ببینید ترند این عدد مثلا اگه شده 200 نکنه 500 بوده بود شده 200، شاید 10 بوده شده 200، دو تا تحلیل مختلف پوینتش رو نگاه نکنیم، که کامل گفتم تو جلسه ویدیوهای گذشته رو برید زحمت بکشید تماشا بکنید، فکر کنم تو این هست. خب صفحه منو میبینن همه دوستان یا اینکه نه؟ عالیه. خب این صفحه منه و من از توی سایت سایت ووبول چارت دارم نگاه میکنم MVRV رو. به من داره میگه که اینجا که وایسادم توی فوریه 2021 و قیمت 47810 دلار اینجا چنده؟ MVRV رو داره به من میگه 3.64. با هم عدد چند رو دیدیم؟ گفتیم اگر 4 و به بالا بود دیگه باید دسته رو ماشه باشه، چون میتونه خودش رو اصلاح بکنه بیاد پایین، کما اینکه شما بالا رفتن و پایین اومدن این قیمت رو توی دو تا تو محدوده 20-20 نگاه کنید سمت راست پایین تصویر، لطفا همه ببینن اینو تو این نقطه. میبینید وقتی که رشد کرده رفته بالا از چند، از منفی که نیست اینجا ببخشید 0.770 0.776 MVRV ratio وقتی تو این قرار گرفته چشم بسته پتانسیل خرید داره. حالا اینجا نزدیک 4ه، من بخرم الان تو این نقطه، نخرم بفروشم نفروشم؟ ببینید برمیگردیم همین نمودار عقب اینجا که عدد چنده؟ 4.30. قیمت از چند؟ ببخشید من باید بیام جلو چشم ببینه، زرد 34 رسیده، 34 دلار رسیده به 229 دلار. یعنی اگر کسی اینجا توی این نقطه، یعنی توی این نقطه چهارش بر اساس صرفا MVRV خرید کرده و توی این نقطه فروخته، خرید کرده که اصلا عالیه، توی این نقطه فروخته، به نظر من خونش مباهه. همین الان میتونید بزنید با شمشیر دو نصفش کنید. چرا؟ چون 34 شده 230، 34 دلار شده 230، یعنی چند برابر؟ 7-8 برابر دیگه، یعنی 700-800% سود اگر صرفا به خاطر این فروخته از بازار خارج شده. پس باز تاکید کنم یک فاکتور به من جواب نمیدهد. پس اینجا تو نقطه 4 ما الان تو وضعیت فعلی کجا قرار داریم؟ تو نقطه 4 3.6. این هم چیزی نیست که یه دفعه بشه 4، زمان میبره تیکه تیکه بره. پس الان من برای خروج خیلی نمیبینم، شاید مثلا 50-70 اگر به این عددها برسه احتیاج بشه که یه نفسی بگیره یه مدتی دست به دست بشه، ولی از الان نمیشه فاکتور برای اون موقع چید، فاکتور الگو چید، فاکتورهای دیگر رو باید درش در نظر بگیریم. برگردم به بحثمون. یه دونه دیگه داریم S2FD، Stock to Flow Deflection. S2F رو قبلا دیدیم، مفصلم جلسه قبل با هم زیر و روش کردیم، سه تا ویدیو هم تو کانال یوتیوب دارم، پیشنهاد میکنم اونها رو هم ببینید حتما، داستان ملکه ذهنمون بشه. برگردیم به موضوعمون. میگه اگر S2F، این یک حالتیه تو S2F که بذاریم من این اسلایدر شما فکر کنم میتونید ببینید اینجا، انحراف ذخیره به جریان که بهش S2F میگن، میگه با این فرمول بخر، اگر کمتر از 6 دهم بود بخر و اگر بالای 3 بود بفروش. اینجا توی سایت گلاس نوت هستیم ما، که گفتم سایت بسیار معتبریه، لینکش هم براتون گذاشتم. ببینید زمانی که بزن این اینجا بزرگترش بکنم، زمانهای قرمز شده
خب اینم رشد کرده و بازم بگم و با همین نمیتونم بگم برم بیرون بیا بیام تو بمونم. اما یه فاکتوری داره میگه که اگر رفت، یعنی الان به 40 هم رسیده، حتی اونجا گفتیم چند، اگر به 3 رسید آماده فروش بشه، در صورتی یه سری هیجانات زیادی هم تو بازار داشته، شاید یه کف قدرتمند به من بده، یه دل قرص به هم بده که بدونم اینجا مثلا مناسبه، با حالا با یه ماینس پلاسی در نظر بگیرم اینجاها بخرم خوبه. همونطور که میبینید این سبز رنگه، حالا نشونه اینا دیگه از چیز استفاده کردن دیگه، مهندسی رنگ بهش میگن دیگه اگر اشتباه نکنم، که مثلا سیگنال الان داره مثلا میگه باید خارج شی توی نقطه بالای یک، همونطور که میبینید اینجا، اینجایی که قرار داریم که الان وضعیت فعلیمون هست کمتر از یکه و حدود مثلا 1/6، یعنی شاید مثلا نقطه خوبی برای خرید باشه، اما این دیتا یه ذره لگ زمانی داره. برای اینا که مجانی نمیان کار کنن، این خود همین محاسباتش کلی اون پشت بحث برنامه‌نویس و کارشناس و اینا داره، به اضافه اینکه به هر حال ریسورس سخت افزاری هم برای به روز نگهداری اینها و ارائه گزارش اینا مورد استفاده قرار میگیره. راهکارش چیه؟ من بیام یه دونه دیگه هم از اینا نگاه کنم. که حالا ما بعد از این خدمات بخریم، نگاه کنم اینجا تو چه تاریخی قرار گرفته؟ 10 فوریه، دوشنبه 10 فوریه 2021 داره میگه که همچین شرایطی داره. ما بیایم توی این یکی نگاه کنیم. این محدوده رو داره عملا به من نمایش میده. یه دره عمیق بوده اومده بالا، یه دره عمیق بوده اومده بالا، یه حرکت کرده اومده تا اینجاها. این گزارش یه مقداری بروزتره تا این یکی گزارشه، به خاطر اینکه توی حالت این اکادمیه داره گزارش چیز میده دیگه، تحلیلی میده دیگه، داره توضیح میده که چی هست. خب الان وقتی که اینجا قرار گرفتم توی این نقطه سبز رنگی هستم و حالا دیگه خیلی هم نباید قاعدتا رشد کرده باشه به تاریخ روز، اینجاها فرصتیه که میتونیم بگیم که ارزش اینو داره که مثلا یه مدتی روش بیستیم و بر اساس این تحلیل که هنوز به نقطه فروش نرسیدیم دست به ماشه نبریم. اینجا هم آماده باید بود، اما نگاه کنیم 3.64 نقطه ای نیست که بخوایم به راحتی بفروشیم دریم. حتی بارها هم اینجا عکس العمل نشون داده به این صفحه، اونایی که تکنیکالیست هستن میبینن که به این صفحه عکس العمل نشون داده اومده پایین، یه افولی داشته و دوباره رشد کرده. شاید میگم محدوده 50,000 که گیر ذهنی هم روش داده یا 70,000، ایناش خیلی دور از ذهن نیست دسترس پذیر بودن به این نقاط، نقطه ای باشه برای اصلاح قیمت در این شرایط. پس دو تا سایت گلاس نود و بیت اینفو چارت تا حتما ببخشید این تو دی بلاک رو حتما زیر روش کنید. اینا لینکاشو براتون اینجا گذاشتم. این تو دی بلاک هست اینجا یا نه؟ بذاریم این ویدیو بلاک رو براتون می نویسم، اصلا بذاریم بازش کنم که لینک خودش رو بذارم. این ویدیو بلاک در خصوص این دوتا سایت که فوق العاده هم سایت های قوی هستن،